تقریبا 15 ماه پس از کودتای 28 مرداد در سحرگاه 19 آبان سال 1333 دکتر فاطمی اعدام شد. وزیر خارجه کابینه دکتر مصدق و از بازیگران اصلی نهضت ملی شدن نفت قادر نبود با پای خیش به محل تیرباران برود، چرا که به وحشیانه ترین شکل مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بود و پیکر بیمارش هنگام اعدام در تب 40 درجه می‌سوخت. دو سرباز او را به قتلگاه کشاندند. دکتر فاطمی هنگام مرگ 37 سال بیشتر نداشت. او هنوز جوانترین وزیر امور خارجه ایران در تاریخ است. مصدق بعد از مرگ دکتر فاطمی گفت: اگر ملی شدن نفت خدمت بزرگی است، از آن کسی که اول این پیشنهاد را نمود باید سپاسگزاری کرد و آن کس شهید راه وطن دکتر فاطمی است. در تمام مدت همکاری با این جانب حتی یک خطا از آن بزرگوار ندیدم. فاطمی 3 سال پیشتر در 23 بهمن 1330 در مراسم بزرگداشت محمد مسعود نیز مورد اصابت گلوله محمد مهدی عبدخدایی عضو 16 ساله فدایان اسلام قرار گرفت. سلاح را صرافان مأمور سید ضیاءالدین طباطبایی سردسته انگلیس گرایان در اختیار فدایان اسلام گذاشته بود. آثار این جراحت در بدنش باقی ماند و تا آخر عمر او را آزار می‌داد. حتی پس از انتقال به بیمارستان نیز فاطمی دوباره مورد سوء قصد قرار می‌گیرد. نیمه شب عده‌ای وارد اتاق شده مشغول برداشتن پانسمان و پاره کردن بخیه‌هایش می‌شوند. دکتر فاطمی هنوز در حالت بیهوشی پس از عمل بود. پرستار مراقب سر می‌رسد و قاتلان می‌گریزند. فاطمی بار دیگر تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. پس از ترور هنگامی که فاطمی را غرق در خون به بیمارستان می‌برند، در راه به همراهانش گفته بود: دیدید بالاخره انگلیسی‌ها مرا کشتند. همچنین در نخستین مقاله‌ای که پس از ترور نافرجامش در باختر امروز نوشت گفت: این گلوله اینتلیجنس سرویس بر پایداری و استقامت من 100 چندان افزود و مرا در راه خدمت به میهن عزیزم سرسختر و آهنینتر و فداکارتر نمود. پس از پیروزی کودتا، چرچیل طی نامه محرمانه‌ای به تاریخ 3 سپتامبر 1953 از شاه می‌خواهد حال که مصدق در کودتا کشته نشده است، از اعدام او صرف نظر کند. اما درباره دکتر فاطمی چنین می‌نویسد: برای فاطمی بهترین جواب اعدام است. تا زمانی که این افراد زنده و در ایران هستند، امکان ضد کودتا وجود دارد. این سند از اسناد استخراج شده کودتای 28 مرداد با شماره FO 10-45-84-371 است. سردن رایت سفیر بازگشته انگلیس به تیمور بختیار چنین میگوید: در نخستین فرصت مشتی به دهان او بکوب تا بداند هیبت امپراتوری بازی کردنی نیست. شاه در ملاقات با کرومید روزولت مأمور سیاه و عامل کودتای 28 مرداد چنین میگوید: من تاج و تختم را مدیون خدا، ملتم، ارتشم و شخص شما هستم. و درباره نحوه برخورد با مصدق و یارانش، برای مصدق 3 سال و برای ریاهی 2 سال زندان در نظر میگیرد و در ادامه چنین میگوید: فقط یک استثناء وجود دارد و او دکتر حسین فاطمی است. او پس از دستگیری حتما اعدام خواهد شد. سرگرد مولوی هنگام دستگیری با هفتیر بر سر دکتر فاطمی میکوبد و با همان لباس منزل او را به نزد نصیری میبرد. نصیری شروع به بددهنی میکند. دکتر فاطمی در جواب ناسزای نصیری میگوید: تیمسار، شما مؤدبتر صحبت کنید. نصیری در جواب چنان با مشت به صورت او میکوبد که تمام صورت و لباس فاطمی پر خون میشود و دماغش میشکند. سرگرد مولوی همان روز به پاس دستگیری فاطمی درجه سرهنگی میگیرد، ولی فوش ها هم از بختیار میخورد که چرا دکتر فاطمی را زنده آورده است. اشرف پهلوی نیز چون ماده گرازی خشمگین است، مصرانه از تیمور بختیار میخواهد که سریعتر فاطمی را به قتل برساند. او در دفتر تیمور بختیار اسلحه‌اش را به سمت سر دکتر فاطمی نشانه میرود و سپس به سقف شلیک میکند که موجب وحشت شدید دکتر فاطمی میشود. بعدتر هنگامی که دکتر فاطمی را از شهربانی میآورند، شبان بیمخ و دار و دسته اوباشش پای پله‌های شهربانی با چاقو بر سر دکتر میریزند و اگر فداکاری خواهر از جان گذشته‌اش خانم سلطنت فاطمی نبود، کار او را همانجا می‌ساختند. اما خواهر از جان گذشته خود را بر روی او می‌اندازد و در این مراهم ملوکانه چندین ضربه چاقو نصیب او و چندین ضربه هم نصیب دکتر فاطمی می‌شود. این جراحات حال دکتر فاطمی بیمار را وخیم‌تر می‌نماید. این خبر همچنین به تمام جهان مخابره می‌شود و شاه برای جلوگیری از افتضاح بیشتر دستور می‌دهد فاطمی را تا برگزاری دادگاه زنده نگه دارند. پس از دستگیری دکتر فاطمی، جلادان چهره کریه خود را نمایان‌تر می‌کنند. در چهارشنبه سوری 23 اسفند 1332 اشرف و علیرضا پهلوی در زندان حضور می‌یابند و امیر مختار کریمپور شیرازی، شاعر و روزنامه‌نگار ملی که از او نیز همچون فاطمی کینه شدیدی به دل داشتند، را به مناسبت چهارشنبه سوری آتش می‌زنند و بی‌نام و نشان در گورستان مسگرآباد دفن می‌کنند. جلادان پس از این جنایت جشن مجللی در قصر می‌گیرند. حکم اعدام دکتر فاطمی قبلا تایید
شده بود، اما دربار میخواست از او توبه‌نامه‌ای هم بگیرد و سرهنگ زیبایی او را به شدت تحت فشار میگذاشت. از جمله اقدامات آنها این بود: هنگامی که فاطمی میخواست کمی بخوابد، ناگهان سر و صدای شدیدی به راه میانداختند و خواب را بر او حرام میکردند. دکتر فاطمی در این هنگام در تب میسوخت، فشار خون و ضربان قلب بسیار بدی هم داشت و جلادان به جای مداوای او اتاقش را بسیار گرم میکردند و دکتر فاطمی به شدت عرق میکرد و بعد ناگهان در را باز میکردند و دکتر از سرما میلرزید. اما فاطمی همان گونه که پیشتر پس از آن ترور نافرجام گفته بود، چون کوه مقاوم و استوار باقی ماند. روز 7 مهر ماه 1333 دکتر فاطمی را که از درد به خود میپیچید روی برانکارد به دادگاه نظامی منتقل کردند. وکیل او سرتیپ قلعه‌بگی از دادگاه خواست تا قاضی و دادستان از محل زندان که نزدیک محل دادگاه هم بود دیدن کرده و آثار استفراغ خون شب قبل دکتر فاطمی را مشاهده نمایند تا ثابت شود که محاکمه فاطمی در چنین شرایطی غیر قانونی است. اما پزشکان خائن، سرلشکر دکتر خوشنویسان، سرلشکر دکتر ایادی، سرتیپ دکتر مقبل و سرهنگ دکتر تدین اعلام نمودند که او در سلامت است و وکیل او نیز پس از زمان تنفس دیگر به دادگاه باز نگشت. برای آنکه سریعتر کار تمام شود، دادگاه دکتر شایگان و مهندس رضوی را که حتی تا آن موقع پرونده را ندیده بودند به عنوان وکیل تسخیریش انتخاب نمودند. آزموده جلاد و منفور که او را آیشمن ایران نیز مینامیدند، از دادگاه خواست تا محاکمه غیر علنی باشد، در حالی که حتی محاکمه مصدق نیز علنی بود. سرانجام حکم فرمایشی اعدام دکتر صادر شد. رئیس دادگاه اولیه سرتیپ قطبی و رئیس دادگاه تجدید نظر سرلشکر مزیم بود. تقاضای فرجام نیز رد شد.